سلام بر شما به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. با من فریبا شیرازی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با مروری بر مهمترین رخدادهای هفته گذشته. مذاکرات اتمی در لوزان سوئیس وارد مراحل حساس و پایانی خود شده است. در حالی که گفتگوها میان وزیران خارجه ایران و آمریکا جریان دارد، وزیران خارجه بریتانیا و فرانسه نیز پایان هفته گذشته به جمع مذاکره کنندگان پیوستند. فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه بریتانیا که در روزهای گذشته به آمریکا سفر کرده بود اعلام کرد احتمال دستیابی به یک توافق وجود دارد، اما ایران باید آماده اتخاذ تصمیمات سخت باشد. لوران فابیوس وزیر خارجه بریتانیا هم هفته گذشته هشدار داد نباید به توافقی نااستوار با ایران تن داد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و جان کری همتای آمریکاییش سومین دور مذاکرات خود را امروز در لوزان سوئیس آغاز کردند. در این دور از گفتگوها علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و ارنست مونیس وزیر انرژی آمریکا و همچنین حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهوری حضور دارند. گفتگوهای امروز در حالی آغاز شده است که سنای آمریکا روز گذشته در اقدامی نمادین به ایران درباره تحریم‌های بیشتر هشدار داد. سنای آمریکا دیروز به اصلاحیه‌ای غیر التزام‌آور در بودجه آن کشور رأی داد که بر اساس آن چنانچه ایران هر یک از موارد توافق احتمالی با قدرت‌های جهانی بر سر برنامه اتمی خود را زیر پا بگذارد با تحریم‌های جدید روبرو می‌شود. سناتور جمهوری خواه مارک کریک پیشنهاد تصویب این اصلاحیه را داده بود که با رأی 100-0 نمایندگان روبرو و تصویب شد. به گزارش خبرگزاری رویترز این اصلاحیه بودجه مبلغی را در نظر می‌گیرد که اگر تهران از هر یک از موارد توافق موقتی جاری یا توافق جامع احتمالی در آینده تخطی کند خرج اعمال تحریم‌های جدید خواهد شد. خبرگزاری فرانسه می‌گوید این اصلاحیه به مانند قانون نیست، اما هشداری از سوی سناتورهای آمریکایی است که می‌خواهند نشان دهند آمادگی دارند فوراً در مورد ایران در صورت زیر پا گذاشتن توافق‌ها اقدام کنند. سناتور کریک به خبرگزاری فرانسه گفته است اگر روزی متوجه شویم که برنامه اتمی ایران رو به توسعه گذاشته است، آن موقع می توانم به یاد این 100 سناتور بیاورم که امروز به اصلاحیه رأی دادند. خبرگزاری رویترز می گوید مارک کریک از جمله کسانی است که عمیقاً به مذاکرات بین المللی در مورد برنامه اتمی تهران بدبین است. میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنا روز 4 فروردین ماه گفته بود در صورتی که تهران تا پایان ماه مارس با طرفای مذاکره در مورد برنامه اتمی به توافق نرسد، این نهاد قانونگذاری ایالات متحده تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران به رأی می‌گذارد. همزمان یک دیپلمات ارشد بریتانیایی در لوزان سوئیس گفته است مذاکرات هسته‌ای شاهد پیشرفت بوده، اما رسیدن به توافق سیاسی نیازمند برطرف شدن شکاف‌های باقی مانده در روزهای آتی است. این دیپلمات گفته است مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شاهد پیشرفتی واقعی بوده است. به گزارش رویترز این دیپلمات بریتانیایی که در حاشیه دور تازه مذاکرات هسته‌ای صحبت می‌کرد گفته است وظیفه ما در چند روز آینده این است که ببینیم آیا می‌شود شکاف‌ها را پر کنیم و به چارچوب سیاسی برسیم که بعداً بتواند به توافق منجر شود. شبکه بلومبرگ روز پنجشنبه نیز گزارش داد که طرفین تلاش می‌کنند تا روز یکشنبه بر سر چارچوبی شامل راهکارهای اصلی به تفاهم برسند. در همین حال عادل الجبیر سفیر عربستان سعودی در آمریکا اطلاعات دریافتی عربستان از دولت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره توافق هسته‌ای در حال شکل گیری با ایران را مثبت خواند، اما قضاوت نهایی در این باره را به زمانی موکول کرد که کشورش از جزئیات مذاکرات باخبر شود. عادل الجبیر سفیر عربستان در آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN در پاسخ به این سوال که آیا ریاض در صورت توافق هسته‌ای با تهران اقدام به ساخت سلاح‌های اتمی خواهد کرد گفت این چیزی نیست که درباره آن علنی گفتگو کنیم. اما
جنگنده های عربستان در عملیات موسوم به طوفان قاطع که از چهارشنبه شب گذشته آغاز شد، مواضع حوثی ها در صنعا را هدف حملات خود قرار دادند. مقامات عربستان سعودی میگویند 9 کشور از جمله ترکیه، کویت، امارات، قطر، بحرین، اردن، سودان و مراکش در این ائتلاف علیه حوثی ها حضور دارند و متحد این کشورند. بریتانیا، فرانسه و آمریکا هم از حملات عربستان حمایت کردند. همزمان با آغاز دومین روز حملات گسترده هوایی عربستان سعودی به مواضع شیعیان حوثی، پنجشنبه ششم فروردین ماه عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن وارد ریاض شد و مورد استقبال مقامات سعودی قرار گرفت. خبرگزاری ها از ادامه حملات هوایی توسط عربستان سعودی و کشورهای عربی در یمن خبر دادند. بنابراین اخبار صبح روز جمعه مناطقی در صنعا و سعده که در کنترل حوثی هاست مورد حمله قرار گرفته است. همچنین گزارش ها حاکی است که عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه شهر عدن در جنوب این کشور را ترک کرده و وارد ریاض شده است. شبکه خبری العربیه گزارش داده است که عبدالرب منصور هادی تحت حفاظت عربستان شهر عدن را ترک کرده است. وی قرار است در نشست اتحادیه عرب که روز شنبه در شرم الشیخ برگزار می شود شرکت کند. گزارش شبکه الجزیره نیز حاکی است که نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی توانستند شهر الهوته و همچنین پایگاه الاند در 60 کیلومتری شمال عدن را از نیروهای شیعه حوثی مورد حمایت ایران باز پس بگیرند. همچنین گزارش های مبنی بر تشدید مواجهه نظامی در تنگه استراتژیک باب المندب در جنوب یمن منتشر شده است. خبرنگار خبرگزاری فارس در صنعا از قول منابع آگاه یمنی نوشته است اطلاعات مؤکدی وجود دارد که نشان می‌دهد تدارکات لازم برای بستن تنگه باب المندب از طریق استفاده از موشک‌های زمین به دریا در حال انجام است. این منابع گفتند این موشک‌های ساخت چین همان موشک‌هایی است که طی جنگ 33 روزه سال 2006 میلادی جنوب لبنان توسط حزب الله علیه قایق‌های اسرائیلی مورد استفاده قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران این موشک‌ها را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است، اما برای شلیک آنها مشاوران نظامی سپاه پاسداران شرکت دارند و با توجه به خروج ده‌ها تن از افسران سپاه پاسداران از صنعا و سعده به سوی مرزهای سلطان نشین عمان برای فرار از یمن بعید به نظر می‌رسد موشکی به سوی کشتی‌ها در منطقه باب المندب شلیک شود. روزنامه مصری الاهرام نیز در شماره امروز خود نوشته است که عربستان و کشورهای همراه آن در عملیات نظامی در یمن محاصره تنگه باب المندب را آغاز کردند. الاهرام همچنین نوشته است که ناوگان غربی عربستان سعودی بنادر اصلی یمن را مسدود کرده است. باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می کند از جمله نقاط راهبردی برای حمل و نقل دریایی در جهان به شمار می آید. همزمان منابع سعودی گفتند که چند فروند کشتی متعلق به نیروی دریایی مصر به منظور تأمین امنیت خطوط کشتیرانی به منطقه اعزام شدند. اما برخی ناظران معتقدند که یکی از مأموریت‌های این کشتی‌ها جلوگیری از حمل کمک‌های نظامی به خصوص از سوی ایران برای شورشیان مخالف دولت یمن است. تحولات نظامی در حالی در جریان است که در مورد هدفها و دامنه عملیات ائتلاف به رهبری عربستان در یمن نظرات متفاوتی ابراز شده است. ریاض یاسین وزیر امور خارجه یمن گفته است که در صورت توقف پیشروی نیروهای حوثی به سوی مناطق جنوبی یمن و شهر عدن حملات هوایی ائتلاف متوقف خواهد شد. وی افزود احتمال توقف عملیات جنگی طی روزها و حتی ساعات آینده وجود دارد. در تحول دیگر رئیس جمهوری ترکیه با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر منطقه خاورمیانه گفته است که تلاش‌های تهران، آنکارا، عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. ترکیه قبلا نیز حمایت خود از حمله عربستان به شبه نظامیان شیعه حوثی در یمن را اعلام کرده و از این گروه شبه نظامی و حامیان خارجی آن خواسته بود که اقدامات تهدیدآمیز خود علیه صلح و امنیت در منطقه را متوقف کنند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که ایران در تلاش برای تسلط بر منطقه است.
آیا می شود این را تحمل کرد؟ اردوغان با اعلام اینکه وضعیت به درگیری فرقه‌ای کشیده شده است، از ایران خواست که دست از اقدامات خود بردارد. وی گفت جمهوری اسلامی باید دیدگاهش را تغییر دهد. ایران باید نیروهایش و هرچه که در یمن، سوریه و عراق دارد را بیرون بکشد و به تمامیت ارضی این کشورها احترام بگذارد. عملیات نظامی علیه شبه نظامیان حوثی بهای نفت را در بازارهای جهانی افزایش داد. بهای نفت خام برند 3% افزایش یافت و هر بشکه نفت خام دریای شمال نیز به بالای 59 دلار رسید. در پی حمله هوایی عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس به یمن، بهای نفت خام برند 3% افزایش یافت. هر بشکه نفت خام دریای شمال به بالای 59 دلار رسیده است. عملیات نظامی علیه شبه نظامیان حوثی اختلالی در صادرات نفتی کشورهای تولید کننده نفت حوزه خلیج فارس ایجاد نکرده است. با این حال ترس از احتمال توسعه درگیری ها به نگرانی در مورد امنیت محموله های نفتی در منطقه خاورمیانه دامن زده است. ایران که از شبه نظامیان حوثی حمایت می کند، عملیات نظامی عربستان سعودی را محکوم کرده است. بهای هر بشکه نفت خام دریای شمال برنت در اواخر روز پنج شنبه ششم فروردین با 2.96 دلار افزایش 59.44 دلار داد و ستد شد. بهای نفت خام آمریکا وست تگزاس اینترمدییت نیز با 2.33 دلار افزایش به 51.54 دلار رسید. جردن پری، تحلیلگر ارشد در شرکت مشاوره ارزیابی ریسک و ریسک ماپل کرافت، به بخش اقتصادی رویترز گفت علت این درگیری نگرانی عربستان سعودی از وجود متحد ایران در همسایگی خود است. این تحلیلگر گفته است افزایش بهای نفت که در 24 ساعت گذشته شاهد آن هستیم واکنشی تا حدودی مبالغه آمیز است. کویت یکی از کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک با پشتیبانی از حملات هوایی عربستان سعودی گفت پس از شروع عملیات نظامی تدابیر امنیتی اطراف تأسیسات نفتی خود را افزایش داده است. در حالی که تولید نفت یمن که یکی از تولید کنندگان کوچک نفت است در ماهای اخیر مختل شده است، کشورهای عرب تولید کننده نفت باید محموله های نفتی خود را از آبراه حیاتی که خط ساحلی خلیج عدن تا کانال سوئز امتداد دارد به اروپا برسانند. پهنای این آبراه به نام باب المندب که در آبهای بین یمن و جیبوتی واقع شده است کمتر از 40 کیلومتر است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا این آبها را ایستگاه مرزی ذخایر نفت جهانی توصیف می‌کند. بنا به ارزیابی این مؤسسه سال 2013 روزانه 3 میلیون و 800 هزار بشکه نفت از باب المندب عبور کرده است. منابع دریانوردی گفتند که 4 ناو مصری برای حفظ امنیت راه‌های حمل و نقل دریایی پس از عبور از کانال سوئز راهی آب‌های یمن شدند. پس از قوی شدن دلار و انتشار آمار بهبود میزان اشتغال در آمریکا، بهای نفت خام که رو به افزایش بود کاهش یافت و به پایین‌ترین نرخ برابری با یورو در 3 هفته گذشته رسید. افزایش بهای کالاهای با ارزشی که با دلار سنجیده می‌شود با ارزش دلار نسبت معکوس دارد. کارشناسان بازارهای ارز میگویند افزایش اولیه بهای نفت ممکن است واکنشی مبالغه آمیز در مقابل تردید در مورد ثبات عرضه نفت در بازار جهانی باشد. بنا به داده‌های هفته گذشته، بازارهای مالی و بورس رکورد بی سابقه پایین‌ترین ارزش سهام نفت خام آمریکا را در معاملات خود تجربه کردند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای مذاکره با آمریکا اعلام آمادگی کرد. و در گفتگو با شبکه CBS آمریکا گفت برای مذاکره با واشنگتن آماده است، به شرطی که حق حاکمیت کشورش زیر سوال نباشد. اظهارات اسد واکنشی به گفته‌های جان کری وزیر امور خارجه آمریکاست که اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود احتمالاً باید فشار بر اسد افزایش یابد تا او را به مذاکراتی برای گذار سیاسی در سوریه مجبور کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه میگوید حاضر است با آمریکا به مذاکره بنشیند. این گفته ها پس از آن مطرح می شود
که واشنگتن با وجود ابراز تمایل به حضور نماینده دولت در مذاکرات احتمالی برای پایان دادن به جنگ داخلی آن کشور تأکید کرده است، شخص بشار اسد هیچگاه نمیتواند در آن نقش داشته باشد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که حکومت او بر بخشهایی از کشور کنترل دارد، در گفتگویی با برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS که روز 6 فروردین پخش شده است، به گفته های تازه مقام های آمریکایی واکنش نشان داده است. به نظر می رسد که این سخنان اسد واکنشی به اظهارات اخیر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا است که اخیراً در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود احتمالاً باید فشار بر اسد افزایش یابد تا او را به مذاکراتی برای گذار سیاسی در سوریه مجبور سازد. سخنان جان کری واکنش های تندی در میان متحدان اروپایی و عربی واشنگتن برانگیخت، به طوری که ایالات متحده آمریکا بار دیگر موضوع گفتگو با اسد را منتفی دانست و از جمله سخنگوی جان کری تأکید کرد برای اسد در سوریه آینده‌ای وجود ندارد. اسد در مصاحبه تلویزیونی خود درباره اظهارات اخیر کری گفت این سخنان تا کنون فقط یک اظهار نظر است و نه چیزی مشخص یا روی کردی تازه که ایالات متحده آمریکا با توجه به بحران سوریه اتخاذ کرده باشد. رئیس جمهوری سوریه همچنین خاطر نشان ساخت که در حال حاضر ارتباط مستقیمی میان دولت‌های آمریکا و سوریه وجود ندارد. آمریکا بارها تأکید کرده است که راه پایان دادن به جنگ داخلی سوریه مذاکره است. وزیر خارجه آمریکا در دی ماه سال 1392 گفته بود هر کسی که اداره مرحله احتمالی گذار در دولت سوریه را بر عهده می‌گیرد باید مورد توافق دولت و اپوزیسیون آن کشور باشد. واشنگتن و مسکو تلاش کردند که تا برپایی مذاکرات صلح در ژنو راهی برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه که بیش از 210,000 قربانی گرفته و میلیون‌ها آواره و پناهنده بر جای گذاشته بیابند. مذاکرات ژنو محل اختلاف نظرهای شدید میان نمایندگان دولت سوریه، مخالفانش و حامیان آنها شده است. تلاش‌های صلح تاکنون فرجامی نداشته است. طبق برآورد سازمان ملل از زمان آغاز قیام بر ضد رژیم بشار اسد در سوریه در ماه مارس 2011 تاکنون حدود 200,000 تن در این کشور کشته شدند. بخش بزرگی از قربانیان به دست نیروهای نظامی بشار اسد کشته شدند. ایالات متحده آمریکا در پیکار علیه نیروهای دولت اسلامی با هواپیما هزاران اعلامیه در جنوب غربی منطقه رقه در سوریه پخش کرد. رقه جزو مناطق تحت نفوذ دولت اسلامی است. وزارت دفاع آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که هدف از پخش این اعلامیه‌ها تلاش برای جلوگیری از پیوستن مبارزان داوطلب به دولت اسلامی است. بر روی این اعلامیه‌ها کاریکاتوری نقش شده که نشان می‌دهد داوطلبان پیوستن به دولت اسلامی به صف شده‌اند تا به داخل یک چرخ گوشت بروند. این نخستین بار است که آمریکا در سوریه اعلامیه پخش می‌کند. در زمان جنگ جهانی دوم از این وسیله تبلیغاتی به کرات استفاده شده بود. دولت اسلامی بخشهایی از خاک سوریه و عراق را تحت کنترل خود آورده و در آنجا خلافت اسلامی برپا کرده است. ایالات متحده آمریکا از سپتامبر سال گذشته حملات هوایی خود بر ضد مواضع دولت اسلامی را آغاز کرده است. آندراس لوبیتس کمک خلبان 28 ساله هواپیمای جرمن وینگز بود که روز سه‌شنبه 4 فروردین ماه در کوههای آلپ فرانسه سقوط کرد. به گفته دادستان شهر مارسی، وی با قفل کردن در کابین و اجازه ورود ندادن به خلبان هواپیما که برای دستشویی به بیرون از کابین رفته بود، هواپیما را عمدن ساقط کرد و مجموعاً 150 نفر را به کشتن داد. این هواپیما از بارسلون اسپانیا به دوسلدورف آلمان می رفت. در تازه ترین خبر از حادثه سقوط ایرباس جرمن وینگز، دادستان شهر مارسی امروز پنجشنبه 6 فروردین ماه اعلام کرد کمک خلبان هواپیما پس از تنها شدن در کابین هواپیما را عمدن رو به زمین هدایت کرده و باعث سقوط آن شده است. روبن بریز دادستان شهر مارسی در این حال احتمال تروریست بودن کمک خلبان را که خلبان را به کابین راه نمی‌دهد رد کرده است. شواهد به دست آمده از مکالمات ضبط شده در کابین خلبان پرواز جرمن وینگز که روز سه‌شنبه در فرانسه سقوط کرد نشان می‌دهد یکی از دو خلبان دقایقی پیش از سقوط کابین را ترک کرده و پس از آن به دلیل بسته بودن در نتوانسته به کابین بازگردد.
هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت جرمن وینگز روز سه‌شنبه 4 فروردین ماه در مسیر بارسلون به دوسلدورف در ارتفاعات آلپ سقوط کرد و تمامی 150 تن سرنشین آن از جمله دو خبرنگار ایرانی به نام‌های میلاد حجت الاسلامی، خبرنگار خبرگزاری تسنیم و حسین جوادی، خبرنگار روزنامه وطن امروز جان باختند. خلبان هنگامی که قصد داشته وارد کابین شود با در بسته مواجه شده و کمک خلبان به درخواست او برای باز کردن در کابین هیچ واکنشی نشان نداده است. این در حالی است که صدای نفس کشیدن کمک خلبان هنوز شنیده می شده و این نشان می دهد که او هنوز زنده بوده است. یک مقام نزدیک به تیم تحقیق که نخواسته نامش فاش شود به نیویورک تایمز گفته است مردی که خارج از کابین مانده بود ابتدا به آرامی در می زند، اما هیچ پاسخی از داخل کابین داده نمی شود و می افزاید سپس او ضربات محکمتری به در می زند، اما همچنان پاسخی نمی آید. به گفته این مقام آگاه هنوز مشخص نیست که چرا این فرد از کابین خارج شده، اما کاملا آشکار است که او تلاش میکند تا در کابین را از بیرون باز کند. یک منبع خبری نیز به خبرگزاری فرانسه گفته است صداهای ضبط شده کابین خلبان نشان میدهد که یکی از صندلی های خلبان به عقب کشیده شده و در کابین باز و بسته میشود و پس از آن تا زمان سقوط هیچ مکالمه ای صورت نمیگیرد. به گفته این منبع خبری هنوز سوالات بی پاسخ زیاد در مورد سقوط این هواپیما وجود دارد. اما علی‌رغم سکوت خبری در تعطیلات نوروزی، برخی منتقدین دامنه انتقادات خود را به محافظه‌کاران شدت داده و لحن خود را علیه نهادهای حکومتی تندتر کردند. از جمله صادق زیبا کلام که در نامه‌ای به مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از برخورد غیر واقع بینانه دولت روحانی با گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و واکنش وی را به این نامه شگفت‌آور و مایه تأسف خواند. در روزهای گذشته با وجود سکوت نسبی ناشی از تعطیلات نوروزی، منتقدان سیاسی در ایران لحن انتقادهای خود از حکومت را تندتر کردند. صادق زیبا کلام در نامه‌ای به سخنگوی وزارت امور خارجه از برخورد غیر واقع بینانه دولت روحانی با گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرده است. خشایار دیهیمی نویسنده و مترجم منتقد در نوشته‌ای در فیسبوک به شدت از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده است و علی مطهری در ضرورت حق انتقاد از ولی فقیه سخن گفته است. در این میان عبدالله نوری وزیر کشور دولت محمد خاتمی نیز استراتژی شرکت اصلاح طلبان را برشمرده است. صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران در نامه سرگشاده خطاب به مرضیه افخم در فیسبوک خود پاسخ وی به گزارش احمد شهید در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را شگفت انگیز و تأسف آور خوانده است. آقای زیبا کلام نوشته است آیا نفس اینکه کشورهای دیگر مورد انتقاد قرار نمی گیرند به نظر جناب عالی نقض حقوق بشر در ایران را توجیه می کند؟ وی ادامه داده سرکار بانو افخم، هیچ کشوری نمیتواند با توجیهات سیاسی، انقلابی و ایدئولوژیک از زیر بار مسئولیت رعایت حقوق مدنی شهروندانش شانه خالی کند. در نامه فیسبوکی دیگر، خشایار دیهیمی نویسنده و مترجم شناخته شده ی حوزه فلسفه سیاسی در ایران، در نامه کوتاه اما شدید اللحن، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را مورد خطاب قرار داده و نوشته که اون نباید آمال 70 میلیون نفر را به پای غرور و کینه توزی شخصیش قربانی کند. آقای دیهیمی که از جمله روشنفکران اصلاح طلب و میانه رو ایران به شمار می رود در این نامه سرگشاده که آن را مساف مستقیم سخن آخر نام نهاده نوشته است آقای خامنه ای دیگر نمی توانم شاهد بدبختی مردم به خاطر هوا و هوس تو باشم. من برانداز نیستم، تو براندازی، تو نوکری، من آزادم. مزدورانت را بفرست، زیر شکنجه می میرم. اگر قانون سرت می شود من تو را به محکمه می خوانم. در واکنشی دیگر به تحولات سیاسی در پایان سال گذشته عبدالله نوری وزیر کشور دولت خاتمی در مصاحبه‌ای با ویژه‌نامه نوروزی روزنامه شرق رویکرد اصلاح طلبان در انتخابات مجلس امسال را تشریح کرده است.
آقای نوری گفته است محور رفتار انتخاباتی اصلاح طلبان همکاری میان خود و رقابت با سایرین است، اما در شرایط خاص اصلاح طلبان می توانند با جریان‌های سیاسی دیگری که مصالح کشور را بر مصالح فردی و گروهی رجحان می دهند برای خروج از مشکلات و مقابله با افراطی‌گری و خطرهایی که کشور را تهدید می کند با حفظ اصول و در چارچوب ضرورت‌های ملی همکاری کنند. قانونگذاران ایالات متحده در مجلس نمایندگان آن کشور به مصوبه ای رأی دادند که از دولت می‌خواهد کمک‌های تسلیحاتی مرگبار در اختیار کیف قرار دهد تا اوکراین قادر به دفاع خود در برابر آنچه تجاوز روسیه عنوان کرده است شود. این مصوبه سوم فروردین ماه از رأی گسترده در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار شد. نمایندگان مجلس در آمریکا به مصوبه ای رأی دادند که از دولت می‌خواهد کمک‌های تسلیحاتی مرگبار در اختیار کیف قرار دهد تا اوکراین قادر به دفاع خود در برابر آنچه تجاوز روسیه عنوان کرده اند شود. این مصوبه سوم فروردین ماه از رأی گسترده در هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات برخوردار شده است. در روزهای پایانی سال گذشته خورشیدی دولت آمریکا تصمیم گرفت 75 میلیون دلار تجهیزات نظامی غیر مرگبار در اختیار اوکراین بگذارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از کاخ سفید آمریکا گزارش داده بود رئیس جمهوری باراک اوباما همچنان در حال سبک و سنگین کردن موضوع ارسال کمک‌های نظامی مرگبار برای ارتش اوکراین است. که آیا چنین چیزی می‌تواند بحران پیش آمده در آن کشور را بدتر کند یا نه؟ مجلس نمایندگان ایالات متحده در مصوبه خود خواستار ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین شده است تا به گفته این مجلس کیف را قادر سازد از تمامیت ارضی خود در برابر تجاوز گستاخانه و ممتد فدراسیون روسیه دفاع کند. در این حال خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داد که روسیه دولت اوکراین را به نادیده گرفتن توافق آتش بس در شرق اوکراین متهم کرده و از آلمان و فرانسه خواسته است برای پایبند کردن کیف به توافقنامه تلاش بیشتری بکنند. این در حالی است که اوکراین نیز اتهام‌های مشابهی را به شورشیان هوادار روسیه و نیز مسکو در مورد نقض ادامه دار توافق آتش‌بس مینسک زده است. دست کم 6000 نفر در پی بحران در شرق اوکراین کشته شدند. در این حال روسیه شبه جزیره کریمه اوکراین را به خاک خود الحاق کرده است، موضوعی که غرب آن را به رسمیت نمی‌شناسد و غیر قانونی می‌داند. ایالات متحده آمریکا تعهدات تازه‌ای را برای تأمین امنیت در افغانستان به عهده گرفته است. تعهدات تازه آمریکا به افغانستان همزمان با افزایش ناامنی‌ها در این کشور است. هفته گذشته مردان مسلح به روی مسافران یک اتوبوس آتش گشودند و 13 مسافر را کشتند. آمریکا تعهدات تازه‌ای را برای تأمین امنیت در افغانستان بر عهده گرفته است. تعهدات تازه آمریکا به مقام‌های افغانی که به آمریکا سفر کرده‌اند همزمان با کشتار مسافران یک اتوبوس رخ داده است. مردان مسلح 13 سرنشین یک اتوبوس مسافربری را در ولایت وردک در جنوب افغانستان کشتند. عطاءالله خودیانی سخنگوی والی وردک به خبرگزاری فرانسه گفت که مهاجمان مسلح امروز سه‌شنبه در حدود ساعت 1 بامداد به وقت محلی به روی مسافران این اتوبوس آتش گشودند و 13 نفر و از جمله یک زن را کشتند. قربانیان رهسپار قندهار بودند. محمدعلی معاون والی غزنی که در همسایگی وردک قرار دارد نیز این واقعه را تایید کرده و گفته است که مردان مسلح مسافران را یک به یک جدا کرده و به سوی هر کدام جداگانه تیراندازی می کردند. مقامات گفتند که انگیزه این حمله هنوز مشخص نیست و تحقیقات جریان دارد. ماه گذشته مردان مسلح 30 مرد هزاره را از یک اتوبوس مسافربری در ولایت زابل پیاده کرده و ربودند. در همین حال شب گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت آمریکا متعهد شده است برای توسعه یک ارتش و نیروی امنیتی 352 هزار نفری در افغانستان بودجه لازم را فراهم کند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم گفت که دولت آمریکا از کنگره خواهد خواست بودجه لازم برای رساندن سطح نیروهای امنیتی افغانستان به 352 هزار سرباز تا سال 2017 را تأمین کند. آقای کری در جریان دیدار رئیس جمهوری افغانستان از آمریکا
و در کمپ دیوید از برنامه تازه دو کشور برای توسعه روابطشان بعد از جنگ طولانی مدت در افغانستان خبر داد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان به همراه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت در اولین روز سفر خود در کمپ دیوید استراحتگاه رئیس جمهوری آمریکا با جان کری وزیر امور خارجه و اشتون کارتر وزیر دفاع این کشور دیدار کردند. وزیر امور خارجه آمریکا گفتگو با رهبران افغانستان را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت دیدار آنها از آمریکا نشانه نزدیکتر شدن رابطه دو کشور بعد از 14 سال فداکاری مشترک است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا هم در کنفرانس خبری مشترکش با رهبران افغان گفت تعهد آمریکا به همکاری استراتژیک با افغانستان متزلزل نخواهد شد و افزود دولت این کشور به دنبال آن است که تعداد نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان از 352 هزار نفر کمتر نشود. رئیس جمهوری افغانستان هم در این کنفرانس خبری گفت اینکه چه تعداد از سربازان آمریکایی در افغانستان بمانند در حوزه تصمیم گیری رئیس جمهوری آمریکاست. مأموریت رزمی ناتو در افغانستان در ماه دسامبر گذشته پایان یافت و اکنون نیروهای امنیتی افغانستان خود مسئولیت تأمین امنیت را به عهده دارند. رهبران دولت وحدت ملی افغانستان در واشنگتن هستند تا در مورد تغییر طرح خروج نیروهای باقی مانده آمریکایی از افغانستان با مقامات این کشور صحبت کنند. قرار بود آمریکا تا پایان امسال شمار نیروهای خود را از 10,000 به 5,500 سرباز کاهش بدهد، اما گفته می شود که این برنامه به دلیل درخواست دولت افغانستان و فرماندهان نظامی آمریکا بازنگری خواهد شد. مقامات افغانستان مایل هستند نیروهای آمریکایی مدتی بیشتر در افغانستان بمانند. همزمان و در تحولی دیگر در افغانستان چند هزار شهروند کابلی در اعتراض به کشتن و سوزاندن فرخنده در برابر ساختمان دادگاه عالی تجمع کرده اند. فرخنده یک زن افغان است که در روز 28 اسفند در مرکز کابل از سوی مردان خشمگین کشته و جسدش سوزانده شد. در روزهای گذشته شهروندان هرات و مزار نیز تجمعات اعتراضی در برابر قتل فرخنده راه اندازی کردند. در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که گزارشی دارد از درگیری اخیر مرزی میان ترکیه و سوریه. ریاست ستاد نیروهای مسلح ترکیه در بیانیه‌ای که صبح روز چهارشنبه منتشر کرده گفته ارتش سوریه در جریان درگیری با نیروهای مخالف سوری یک موشک رو به سمت شهر مرزی ریحانلی ترکیه شلیک کرده. آنطور که رئیس ستاد نیروهای مسلح ترکیه گفته این حمله موشکی تلفات رو در پی نداشته، اما 5 تن از شهروندان این شهر جراحات سطحی برداشتن. همینطور این بیانیه اضافه میکنه که ارتش ترکیه نیز در چارچوب دفاع متقابل واحد توپخانه ارتش سوریه رو با 2 موشک هدف قرار داده. شهرستان ریحانلی که محل درگیری‌های توپخانه ارتش دو کشور طی روز گذشته بوده در جنوب ترکیه قرار داره و فاصله بسیار اندکی با سوریه داره. اما به یک خبر دیگه هم اشاره بکنم، فاصله بسیار نزدیک برخی شهرهای ترکیه به مرز سوریه از جمله همین شهر ریحانلی و روستای اطرافش باعث شده تا تردد نیروهای هوادار داعش به صورت قاچاقی به سوریه خیلی سهل الوصول تر باشه. هوادارانی که عمدتاً از کشورهای اروپایی هستن و با سفر به ترکیه و نقاط مرزی این کشور به طرق مختلف سعی میکنن خودشون رو به سوریه برسونن. این مسئله طی ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته و موجب نگرانی مقامات اروپایی شده. در گزارش‌های قبلی هم به این موضوع اشاره کردیم، اما در همین ارتباط هم روز گذشته ریچارد مور سفیر انگلستان در ترکیه آمار جدیدی ارائه کرد. ریچارد مور گفته که پیوستن شهروندان بریتانیایی به داعش تنها محدود به 3 زن که ماه اخیر به سوریه رفتن نیست، بلکه بر اساس تازه‌ترین آمار به دست آمده تاکنون بالغ بر 600 شهروند بریتانیایی به نیروهای داعش ملحق شدن. او در این رابطه حتی آماری رو در مورد شهروندان ترک ارائه میده و میگه حدود 1000 تا 1500 شهروند ترک نیز تا
تاکنون به گروه دولت اسلامی پیوستند. سفیر انگلستان اشاره میکنه که شهروندان دیگه‌ای از کشورهای آلمان و فرانسه نیز در همین راستا به گروه دولت اسلامی در سوریه پیوستند. اما خبر دیگه این که باید بهش اشاره بکنم، تازه ترین واکنش مقامات ترکیه به بقایای سوریه هستش. جمیل چک رئیس پارلمان ترکیه که به امریکا سفر کرده گفته ترکیه 300 کیلومتر مرز مشترک با حوزه تحت تسلط داعش داره و از این بابت داعش یک تهدید جدی برای ترکیه محسوب میشه. او گفته به منظور مقابله با داعش کشورش آمادگی هر گونه همکاری با نیروهای ائتلاف رو داره. موزگیری کم سابقه از ترکیه که در ماهای اخیر کمتر شاهدش بودیم. اما اختلاف نظر میان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با مقامات دولت این کشور در مورد مذاکرات صلح با کردها خبر مهمی هستش که روزنامه‌های این کشور بازتاب نسبتاً زیادی دادن. فرصت نیست که البته در این گزارش به این موضوع اشاره بکنم، اما در گزارش ویژه هفتگی حتما به این مسئله خواهیم پرداخت. ممنونم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانه‌ای که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا هفته دیگر شاد و سربلند باشید.